سلام، ما تازه از سر کار رسیدیم. دارن یه چیزی میخورن تا بعد شام آماده کنیم. ببینی این همه رخ باید جمع و جور بشه. بعد خرید کردیم، شوت از این هندونه ها از عربا میخریم، به خاطر اینکه هندونه هایی که توی فروشگاه دانمارکی خیلی کوچیکه، ما زیاد دوست نداریم. این نونا هم بهش میگیم نون عربی، مثل نون لواشه، ولی خب اون مزه رو اصلا نداره ها. این هم مثلا نون تافتونه، ولی این هم اون مزه رو نداره. خب میخوام براتون تعریف کنم که چی شد و اینکه یه سالادی رو یاد گرفتم درست کنم. شما هم ببینید همینجوری که داریم صحبت میکنیم. خب هنوز صورتم و اینا رو نشستم، فقط دستم و اینا رو شستم. آلما هندونه میخواد، میگه هندونی. سعید رفت لباساش رو عوض کنه، کاراشو کنه، بعد بیاد هندونه بخوره. من یه دوستی دارم سر کار، خیلی مهربونه، خیلی خب سن و سالش از من بیشتره، ولی خودش پیش قدم شد که با هم دوست شه، بعد ما رو با خانوادهش آشنا کرد، بعد الان برای هر کریسمس ما رو دعوت میکنن، برای تمام جشناشون هستن کنار ما، میان مثلا آرسامو میبرن گردش. خلاصه خیلی خیلی آدم خوبیه. بعد قرار بیاد فردا پیش ما. امروز سر کار دیدم، گفتش که فردا میام بچه ها تو ببینم و پیشتون باشم. بعد این گوشت نمیخوره. بعد خب ما ایرانی هم میدونید دیگه، دیگه اکثرا تو همه چی باید قاطی پلاهامونم دیگه گوشت رو بهش میزنیم. اما خب اینجا من دارم تمرین میکنم که خیلی غذای بدون گوشت درست کنم. حالا میخوام یه سالاد براش درست کنم که سالاد غذایی دیگه. اینجا خیلی از سالادایی که پروتئینش زیاده رو مثلا به عنوان غذا میخورن. تازه یاد گرفتم، یه جا خوردم خیلی خوشمزه بود، با نخوده. میخوام درست کنم، بهتون نشون میدم چی میشه. اما میخوام براتون تعریف کنم که من قرار سال دیگه بالاخره چی درس دادم. امروز معلوم شد. یه دونه عکس گرفتم یا فیلم فکر کنم که بهتون نشون میدم که چه جوریه وقتی که درس ها رو تقسیم میکنن. اگه رو دیوار رو ببینین، اینجا یه جدولی هست که اسم همه معلم ها با درس هایی که باید برای سال دیگه داده بشه نوشته شده. منم مشخص شده که چی دارم، حالا براتون توضیح میدم. من خیلی خیلی شگفت زدم، برای اینکه برای اولین بار تو زندگیم معلم ریاضی هم میشم. چون من همیشه زبان درس دادم، از این سال تحصیلی شروع کردم یکم به عنوان معلم کمکی بودم، چون توی دانمارک خیلی مرسومه که مثلا آدم معلم کمکی میشه، یعنی دو تا معلم سر کلاسن. بعضی وقتا یه بچه مثلا بیش فعالم هست که به خاطر اونم یه کمک دیگه سر کلاسه، یا مینی سه تا معلم مثلا سر یه کلاس 23-24 نفر است. خیلی طبیعیه. من به عنوان معلم کمکی توی ریاضی بودم امسال، برای اینکه میخواستم امتحان کنم، دارم میخونم که معلم ریاضی بشم. بعد از اون کارهایی که آدم میگه آخه چرا پشت دست تو داغ میکردن، نمیدونم فکر کنم اینطوری باید بگم، چرا آخه ریاضی؟ چون من ریاضی خوندم تو دبیرستان، ولی واقعا ریاضیم زیاد خوب نبود. خب بعد میبینی مثلا یه ضعفی داری، میخوای بری با همون بجنگی. الان من تو اون مرحلم، دلم میخواد ببینم میتونم از پسش بر بیام. الان راههایی که استادم مثلا بهمون تمرین میدن و اینا، راههایی که میرم، یعنی به ذهن هیچ بنی بشری نمیرسه، میپیچونم. خب ولی حالا میخوام امتحان کنم که معلم ریاضی بشم. به هم یه کلاس دادن، کلاس صفر، یک روز در هفته 5 ساعت ریاضی، فقط برای اینکه با بچه ها آشنا بشم، بعد سال بعدش که اینا میرن کلاس اول، کامل بشم معلم ریاضیشون. خیلی باحاله، ولی میترسم. حالا براتون تعریف میکنم که دیگه چی دارم. سالا دارم بهتون نشون میتونین ببینین چیا قراره استفاده کنم. من طرز تهیهش رو درست نمیدونم، فقط چشیدم. خب کلی سبزیجات داشت،
ولی بعد اینا رو همه رو نازک نازک آدم ببره، بعد اینا رو یه تفت بده، اینا رو بریزه رو هم دیگه، مزه‌شون با هم قاطی شه. فقط میتونه به نخوده یه طعمی بده. مثلا اونجایی که من خوردم طعم کاری داده بود، من میخوام طعم چیلی، پاپریکا اینا بهش بدم. خب بریم ببینیم چی میشه. خودم نمیبارم چون سعید عالی نازک نازک میباره. الان بهش میگم سعید مشغول شده، آلما هم که داره نگاه میکنه، منم زود برم کارهای دیگر رو بکنم. ولی قبلش براتون تعریف بکنم که ما دیگه باید چی کار کنیم. تو این مدت ما باید مشخص کنیم که چه کتابایی رو میخوایم برای سال دیگه درس بدیم. توی دانمارک معلم‌ها آزاد آزادن، یعنی من معلم میتونم مثلا اصلا بچه‌هام درس ندم، مثلا فقط فیلم پخش کنم، یا مثلا فقط کتاب باهاشون بخونم، یا مثلا ببرمشون تورای مختلف. دست خودمه که چی درس بدم به بچه‌هام. هر کتابی، هر پورتالی، هر چیزی که بخوام استفاده کنم رو الان میگم به کتابخونه مدرسه، برای خودم و بچه‌هام تهیه‌شون میکنن. یعنی به این معنا نیست که همه کسایی که توی دانمارک، فرانسه دارن میخونن تو مدارس یه جور کتابو میخونن، یا اصلا انتشارات کتابای درسی فقط مخصوص کتابای درسی نیستش. همه چی چاپ میکنن، کتاب درسی هم چاپ میکنن، ولی باید انقدر اون کتاب جذاب باشه، یا اینکه باید من معلم و اون ناشر راضی کنه که برای سال تحصیلی از کتابش استفاده کنم. من امروز کتابارم نوشتم که برای بچه هم چی میخوام، چون میدونم قراره چی درس بدم. باز فرانسه است، انگلیسیه و همون ریاضی که دارم، اما برای بچه های صفر متفاوته. صدای برش های سعید هم داره میاد. من برم رخت رو جمع کنم، غذایی که رفت جلو نشون بدم. حالا چرا دارم امروز غذا رو میپزم؟ چون همینطوره، وقتی قرار مهمون میاد وسط هفته است، من جلو جلو کار رو میکنم. این سالاده هم بهتره که یه روزی بمونه خوشمزه. چی داره جیلیز بیلیز میکنه، یکی روز سرخ شد میذارم که روغناش بره، تو روغن کمات پر کنیم دیگه. بعدش خبر رو باید خاکی کنیم. الان کلمه، اینم بقیه سبزیجات میاد داخلش. آخر سرم بهتون نشون بدم، اینم نخوداست، این شکلی شد، یه کمی گرمه. بعد حالا سر میشه. گفتم الان اگه خیلی ها تو ایران ببینن میگن وای کلم و نخود و چه شود، ولی اینا رو دانمارکی ها میخورن همه رو، از صبح تا شب هم میرن جلسه، هیچیشون هم نمیشه. خب غذا تموم شد، فردا روز مهمیه تو مدرسه، بچه های کلاس هفتم من باید امتحان بدن و من یکمی نگرانم. کارا رو کردم، اسامیشون آماده است، فردا و پس فردا امتحان شفاهی دارن. بهتون حتما نشون میدم که چی تو امتحان شفاهی اصلا پرسیده میشه، روش گرفتن امتحان شفاهی چجوریه، مرحله مرحله بهتون میگم. اما اول باید بگذرونم خودم با شاگردان. فعلا خدافظ تا یه ولاگ دیگه.